جمال خاشقچی کیست و تأثیر ماجرای او بر موقعیت بین المللی عربستان سعودی و ولیعهد تام الاختیارش محمد بن سلمان چه خواهد بود؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایدو. جمال خاشقچی چهره آشنا برای کسانی بود که مسائل عربستان را دنبال می کنند. روزنامه نگاری سرشناس با پیشینه متفاوت. منتقد سیاست های محمد بن سلمان ولیعهد جوان عربستان بود و می گفت تغییراتی که او درباره حقوق مدنی در عربستان می دهد فقط در سطح است. او دو بار سردبیر روزنامه الوطن بود، هر دو بار با مخالفت روحانیت پرنفوذ عربستان کنار رفت، بار اول فقط چند روز دمام آورد. یک بار دیگر سردبیر تلویزیونی شد که بن طلال میلیاردر سعودی در بحرین راه انداخت. آن تلویزیون هم یک روزه بسته شد چون با یک چهره شیعه مصاحبه کرده بود. اما این به معنای آن نبود که خاشقچی با شیعیان یا ایران رابطه خوبی داشت. او منتقد ایران هم بود. حالا نام او در میانه یک دعوای بزرگ بین المللی تکرار می شود. چقدر واقعا کشورهای اروپایی و آمریکا آماده اند که با عربستان برخوردی بکنند که پیشتر مثلا با روسیه یا ایران در زمینه‌های مشابه کردند. ترکیه در این میان به دنبال چیست و تا کجا ممکن است سرنوشت جمال خاشقچی موقعیت محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را تحت تأثیر قرار دهد؟ در این برنامه با سه مهمان همراه هستیم. کاملیا انتخابی‌فر، نویسنده و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از نیویورک با ماست. خانم انتخابی‌فر ستون نویس روزنامه سعودی الوطن بین سالهای 2009 و 2014 بودند که در دوره از اون آقای خاشقچی سردبیر روزنامه بودند. حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل از ازمیر همراه ما هستند و احمد هاشمی تحلیلگر روابط بین الملل و کارمند پیشین وزارت خارجه ایران از ویرجینیا. خوش آمد میگم به هر سه مهمانان برنامه. خانم انتخابی‌فر، شما از نزدیک آقای خاشقچی رو میشناختید، با او کار کرده بودید. کمی در مورد خصوصیت های او بیشتر برای ما و بینندگان ما بگید. چرا او متفاوت بود از بسیاری از دیگر از روزنامه نگاران جهان عرب و به خصوص سعودی؟ متشکرم. بله، آقای قاشقچی آدم بسیار مهربانی بودن، خیلی خوب گوش میکردن به افرادی که با ایشون کار میکردن در روزنامه و یا دوست و همکارشون بودن، اما از یک پیشینه اطلاعاتی امنیتی میومدن و روزنامه نگار شده بودن. این پوشیده نیست که 30 سال تمام ایشان در دستگاه های دولتی، اداری و امنیتی عربستان سعودی مشغول به کار بودن، معاون اطلاعاتی امنیتی در بخش مطبوعات شاهزاده ترکی فیصل بودن و در دو دوره در لندن و در دفتر واشنگتن در سفارت عربستان کار میکردن. بعد از اون بود که ایشون اومدن روزنامه نگار شدن و از اینکه فرصت‌های دولتی براشون خاتمه پیدا کرد یا علاقه داشتن به روزنامه نگاری بیشتر و نوشته هاشون نشون میداد که به اخوانی ها نزدیک بودن، به گروه های اسلامگرا. یکی از دلایلی که تلویزیون العرب که شاهزاده طلال اون رو اداره میکرد، شاهزاده طلال، این بود که در روز اول برنامه همونطور که اشاره کردیم یه شخصیت شیعه مخالف دولت بحرین و نزدیک به اخوانی ها رو در برنامه در روز اول دعوت کردن. این در سال 2015 بود و بعد از اون هم تلاش بسیاری کردن که شبکه تلویزیونی رو به قطر منتقل بکنن که خب البته برای عربستان سعودی خوشایند نبود و به همین دلیل کل سرمایه گذاری که از سال 2011 انجام گرفته بود متاسفانه حالا یا به هر دلیل دیگه نتونست به سرانجام برسه. نوشته ها هم کم و بیش نزدیک بود به گروه های اسلامگرا و یکی از دلایلی که ایشون از عربستان سعودی خارج شدن در سال 2017 درست بعد از اون بود که دو نفر از افرادی که نزدیک به ایشون بودن و رهبر جنبش های اسلامی در عربستان سعودی بودن، آقای قرنی و اوده، دستگیر شدن و به زندان افتادن. الان نزدیک به 100 فعال سیاسی و نزدیک به گروه های اخوانی در عربستان سعودی در زندان هستن و اعتراض ایشون بیشتر به دستگیری گروه های اسلامگرای نزدیک به اخوانی ها بود. ایشون منتقد نظام بودن اما هرگز نگفته بودن که مخالف هستن و همونطور که مقاله هاشون رو در واشنگتن پست نگاه میکنیم، به غیر از دو مقاله من چیز دیگه پیدا نکردم
که بخوان به شدت سیستم حاکمیت عربستان سعودی رو مورد انتقاد قرار بدن. در مجموع این روزنامه‌نگاران سعودی که همه خوشفکر و فعال هستند، هیچ کدوم مشروعیت نظام رو زیر سوال نبردن و بیشتر به خاطر دستبندی‌های مختلف و نگاه‌هایی که به گروه‌های اسلامی داخل عربستان داشتن باعث شده که یا در دوره ملک عبدالله سر کار بیان یا در دوره ابن سلمان بخوان که از سر کار کنار برن. این یک تناوبی هستش که به کرات در منطقه و در کشورهای اسلامی دیده شده. آقای اتفاق در ترکیه افتاده، در خاک ترکیه افتاده. از روز اول ترکیه اظهار نظرهایی کرد که به نظر خیلی ها تند بود، خیلی پیشا پیش نتیجه گیری هایی رو اعلام کرد و به نظر می آمد که قصد نداره با عربستان سر این موضوع به راحتی کنار بیاد. یه مقدار راجع به روابط ترکیه و عربستان در حال حاضر به ما بگید و آیا میشه در این پرونده دید که ترکیه به دنبال چه هست با عربستان؟ ببینید، خب ترکیه و عربستان به خاطر اون بحران قطر در جوان سال گذشته، خب اینها دچار یک واگرایی سیاسی شدن و به خاطر اینکه عربستان و مصر و بحرین و امارات اینها اومدن تحریم کردن قطر رو و اتفاقاتی افتاد و این نزدیکی ترکیه اساسا به ایران هم یک جورهایی خیلی به مزاق عربستان، دولت عربستان خوش نیامده و این که حالا اختلافاتی هم که در سوریه دارن الان، خب اینها مجموعه این عوامل خب دچار همون اون واگرایی سیاسی که بهش اشاره کردم رو بین عربستان ترکیه به وجود آورده. اما اساسا تصور میکنم که ترکیه به رغم فشارهای رسانه اطلاعاتی و دیپلماتیکی داره الان روی عربستان وارد میکنه، به دنبال دامن زدن به این بحران در سطح گسترده بین‌المللی و منطقه‌ای نیست و نمیخواد پرونده قاشقچی به طور مثال به قطع روابط دیپلماتیک یا تنش جدی بین ریاض و آنکارا تبدیل بشه. ما فراموش نکنیم در همون قضیه بحران قطر هم، درسته که این بحران وجود داشت و خب ترکیه و عربستان دچار اختلاف شدن، اما ترکیه تلاش کرد که یه جوری مدیریت بکنه، عربستان هم به هر حال این کار رو انجام داد. ولی خب ما باید در نظر داشته باشیم که خب بحران جدی دیپلماتیک بین ترکیه و عربستان روی اقتصاد ترکیه که در شرایط متزلزلی به سر میبره تاثیر خواهد گذاشت و غیر مستقیم میتونه دوباره همون نوسانات ارزش لیر رو داشته باشه، اونم در شرایطی که تازه به خاطر آزادی برانسون یه کم وضعیت هست که چنین برخوردی کردن. توجیه ترکیه برای چنین برخوردی با این مسئله چی میتونه باشه؟ ببین، ترکیه به گمانم دنبال امتیاز هستش از این ماجرا و اساسا من بخوام بگم که اهداف ترکیه چه هست، در سه بود میتونم تعریف بکنم: یک بود سیاسی ژئوپلیتیک، دو بود ایدئولوژیک و سوم در بود اقتصادی. در بود سیاسی ژئوپلیتیک، حالا در راستای همون نارضایتی دولت ترکیه از عربستان به خاطر بایکوت قطر، اینا میخوان ضرب شستی رو در عربستان نشون بدن به گمانم و به رهبران عربستان نشون بدن که میتونن در بود بین المللی و منطقه‌ای عرصه رو برای عربستان بکنن و امتیازاتی از اونها بگیرن و در این زمینه میتونن حتی آمریکا رو به واسطه فشاری که وارد میکنن همراه خودشون بکنن. در بعد ایدئولوژیک، خاشقچی به لحاظ اون عقیدتی، به لحاظ اون جریانات اخوان مسلمینی که داشته، خب وجود نمایندگی میکنه همون جریاناتی که اتفاقا جزء پارادایم ها و چارچوبای فکری دولت اسلامگرای ترکیه هستش، همون تفکرات و پارادایم هایی که ترکیه تلاش کرده بعد از بهار عربی رو در مصر و سوریه، در مصر و سوریه بخواد اینو استقرار ببخشه. خب اینجا خاشقچی به لحاظ ایدئولوژیک هم اهمیت داره و در نهایت به لحاظ اقتصادی ترکیه به دنبال این هستش که به عربستان بگه که میتواند در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی به لحاظ اقتصادی به عربستان وارد بکنه، درست در شرایطی که اون چشم‌انداز 20 عربستان در راه پیشروی هستش و اینجا ترکیه میتونه به عنوان یک عامل مختل کننده به عربستان فشار بیاره. آقای هاشمی، الان دیدیم که کشورهای عربی منطقه مطابق معمول بیانیه‌ای دادند، از عربستان حمایت کردند، گفتن پشت عربستان می‌ایستند. آیا باز میشه در این داستان هم یک صف آرایی مجدد رو در منطقه شاهد بود بین مثلا کشورهای عربی و ترکیه یا کشورهای دیگر؟ مطمئناً همینطور هست. خب ما البته قبل از هر چیزی باید به این اشاره بکنم که آقای یک سخنی هست که نقل قول میشه از آقای جمال عبدالناصر، در واقع از رهبران جنبش همگرایی عربی، که میگه که عرب‌ها در واقع در این اتفاق دارن که با هم نمیتونن اتفاق نظر داشته باشن. یعنی خب اختلاف نظر و انشقاق و چند دستگی در بین کشورهای عربی، حالا هم از بعد ایدئولوژیک هم از بود ابعاد دیگر، خب این خیلی مشهود بوده، ما در تاریخ معاصر داریم میبینیم. ولی خب ما الان جریانی از کشورهای عربی رو داریم که با عربستان همراه و هم نظر هستن، حالا به دلایل مختلف. ما کشورهای مثل امارات و
در واقع بحرین رو داریم که حالا به خاطر حالا بحرین بیشتر به خاطر مسئله جمعیت اکثریت شیعه که داره، امارات به خاطر اون تهدیدی که از جانب ایران متوجهش هست، اینها خودشون رو زیر چتر و تحت حمایت عربستان میدونن و کشورهایی مثل مصر و اردن که خب در واقع اینا کمک‌هایی که دریافت می‌کنن، اون بسته‌های حمایتی مالی باعث میشه که در کنار عربستان قرار بگیرن. و خب در کنارش ما می‌بینیم که جهان عرب بیش از همیشه دچار همون انشقاق و اختلاف نظر هست. ما میبینیم که سر داستان قطر این دو دستگی وجود داره در بین خود کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس. ما همچنین در قضیه فلسطین برای اولین بار شاهد هستیم که فشار زیادی در بروی اون حکومت فلسطینی هست که آرمان عربی، آرمان اسلامی فلسطینی رو ازش در واقع تعدیل بکنه و موضع ملایمی نشون بده. در نتیجه اینکه کشورهای عربی تا چه حد میتونن در این زمینه به ترکیه و کشورهای دیگه فشار بیارن جای بحث هست، چرا که ما میدونیم که اینها جبهه واحدی ندارن، ولی در این حال اهرم‌هایی که دارن عربستان و کشورهای نفتی دیگر منطقه. دقیقاً می‌خوام آقای هاشمی راجع به همین اهرم‌ها صحبت بکنیم. با توجه به اینکه این اهرم‌ها اهرم‌های مشترک است، شما راجع به بسته‌های مالی کمک عربستان به سایر کشورها صحبت می‌کنید، در مورد کشورهای غربی میشه راجع به بسته‌های خرید اسلحه صحبت کرد، چیزی که همین چند روز پیش آقای ترامپ بهش اشاره کرد و گفت که حاضر نیست که از این قراردادهای اسلحه با عربستان بگذره به خاطر سودی که برای آمریکا داره، برای ایجاد شغل در آمریکا داره و غیره. بحث این هستش که واقعا چقدر کشورهای غربی که حالا بحث حقوق بشری هم براشون ممکن است مهم باشه، به خصوص کشورهای اروپایی، میتونن به عربستان فشار بیارن، چه اهرمی دارن در مقابل عربستان با توجه به نقش عربستان در اقتصاد این کشورها؟ ببینید، اهرم‌های مختلفی در اینجا مطرح هست. خب یکیش به طور مثال همون بحث خرید تسلیحاتی هست. حالا من بخوام اشاره بکنم، چهار در واقع ابزار عمده در دست ابزار عمده سیاست خارجی دولت عربستان داره که این با بقیه کشورهای نفتی منطقه این رو مشترک هستن. یکیش هم بحث خریدهای تسلیحاتی هست که این بسیار برای طرفهای غربی پرسود هست، حالا این امریکا باشه یا کشورهای اروپایی. بحث دیگه سرمایه گذاری های عمده ای هست که ما شاهد هستیم در تمام بخش های مختلف، از باشگاه های ورزشی گرفته تا بخش مختلف خصوصی و خدمات و بخش صنعتی و بازار بورس در شاهد هستیم. و همینطور موضوع نفت هست که ما میدونیم که به طور مثال در اون سال 1973 در اون جنگ یوم کیپور که وقتی این ابزار نفت رو عرب ها بهش متوسل شدن، بازار کشورهای غربی و در واقع بازار جهانی متلاطم شد و انرژی به طرز وحشتناکی قیمت ها بالا رفت و کمبود سوخت و انرژی پیدا شد در این کشورها. و البته یه بحث دیگه که خب عربستان داره، مثل جمهوری اسلامی که در موضوع صدور انقلاب و شیعه گری و فرقه گرایی فعالیت داره، عربستان هم در بحث ایدئولوژی وهابی سلفی جهادی، این در واقع ضلع چهارم سیاست خارجی یا اون ابزار و اهرمی که داره هست، که البته اینو به شکل خب مطمئنن مخفی‌تر و پنهان‌تری استفاده می‌کنه. من البته در مورد اهرم کشورهای غربی در مقابل عربستان صحبت می‌کردم، نه برعکس. مسئله من این هستش که واقعاً چقدر کشورهایی که الان ناراحت هستند مثلا از بحث آقای قاشقچی، این مشکلی که ایجاد شده در این پرونده، چه خواهند کرد با عربستان؟ ببینید، کشورهای غربی خب خیلی اقدامات مختلفی هست که میتونن انجام بدن. با طور مثال در همین زمینه این سرمایه گذاری که نشستی که قرار بوده در عربستان باشه تحت عنوان در واقع ملقب شده به داووس در کبیر که بسیاری از شرکت‌های غربی اعلام کردن که منصرف شدن از حضور در این نشست به خاطر همین داستان آقای خاشقچی. خب این کارهای مختلفی از این دست رو میشه انجام بدن و برای این شاهزاده جوان آقای بن سلمان که براش خیلی مهم هست این پروژه نئوم که این رو پیش ببره، این مشکلات زیادی براش ایجاد خواهد کرد. ولی اگر باز هم کشورهای اروپایی، البته اینها موضعشون اصولی تر هست در قبال دولت ترامپ، که خب دولت ترامپ میدونیم که به هر قیمتی شده مثلا با چنگ و دندان میخواد این قراردادهای تسلیحاتی که به قول ایشون 500,000 فرصت شغلی در امریکا ایجاد خواهد کرد و اینو نگه دارن.
اروپا موضع اصولی تری و موضع حقوق بشری مناسب تری داره نسبت به امریکا، ولی خب این رو میدونیم که اروپا هم ظرفیت و توان محدودی داره، ولی خب در صورتی که اجماعی بتونن داشته باشن اروپایی ها و امریکایی ها، اینها میتونن عربستان رو به تمکین بر در خصوص اصول اولیه حقوق بشری وادار بکنن. شما اشاره کردید به بحث بن سلمان، از بدین این بحث رو یه مقدار بازتر بکنیم. بن سلمان پادشاه در واقع ولیعهد جوان عربستان آدمی هست که ظرف همین چند سال که در قدرت بوده اتفاقات زیادی در عربستان افتاده. خواهیم انتخاب فرد بعضی مثلا اشاره بکنم فرانک گاردنر خبرنگار امنیتی بی بی سی که آدمی هست که خیلی خوب عربستان رو میشناسید، اون میگه بعضی از حلقه های داخلی در عربستان ناراحتند از اتفاقاتی که داره میفته تحت نظر بن سلمان. بن سلمان عربستان رو درگیر جنگ یمن کرده، به عقیده اونها روابط با قطر رو دچار مشکل کرده، با کانادا به خاطر مسائل حقوق بشری درگیر شده، صدها نفر الان در بازداشت همونطور که شما هم اشاره کردید، و حالا ماجرای سعد حریری من اضافه میکنم که اون هم مسئله دیگری بود. خیلی ها فکر میکنن که خب دیگه این خیلی زیاد هست، بهتر بود که او یه مقدار روش های محافظه کارانه که در عربستان معمول هست رو پیش میگرفت و ادامه میداد. آیا فکر میکنید که آنچه که اتفاق افتاده ممکنه موقعیت بن سلمان رو تحت شعاع قرار بده؟ بعضی ها میگن این دیگه به قول انگلیسی ها یک قدم بیش از حد بود. خب خانم قاضی زاده، منم عربستان سعودی رو خوب میشناسم. سال 2001 برای اسوسییتد پرس کار میکردم، اونجا زندگی کردم. شرایط در عربستان امروز با عربستان 10 و 20 سال پیش خیلی تفاوت داره. اینطور هم نیستش که بخوام بگیم هیچ تغییری در عربستان نیامده یا شرایط خیلی تنگ شده برای فعالان سیاسی. میشه گفت حتی تا یه اندازه این شرایط برای مردم داخل عربستان آسان‌تر شده. سال پیش ابن سلمان یک بیانیه داد برای همین کنفرانس اقتصادی که امروز صحبت از تحریم اون داره میشه توسط سرمایه گذاران، و به صراحت گفتش که چشم‌انداز و استراتژی آینده عربستان سعودی کم کردن مذهبی بودن در داخل کشور و مقابله با گروه های تندروی اسلامی است. برای مثال الان بحث تحریم ها رو کردیم شما در مورد اینکه آیا که مردم داخل و یا گروه های مخالف با ایشون چه نظری دارن. عربستان سعودی یک متحد استراتژیک ایالات متحده در منطقه هست و از سه نظر برای ایالات متحده مهم هستش که با ابن سلمان همکاری های گسترده رو در منطقه داشته باشه. اول مقابله با اون چیزی هستش که نفوذ و بست قدرت و دخالت ایران در منطقه قلمداد میشه. مسئله دوم قیمت نفت هست، و مسئله سوم و مهمترین مقابله با افرادگرایی تروریسم و همون القاعده هستش. هر گونه تحریم شدید برای عربستان سعودی باعث میشه که قیمت نفت به بشکه $200 برسه، حالا اگر که بالاتر نره، و اگر عربستان نخواد اون میزان رو که قرار از تولید ایران کاسته بشه افزایش بده که 1.5 تا 2 میلیون بشکه هست تا 20 روز آینده، باعث میشه که حتی قیمت دلار قیمت نفت. بفرمایید اهرام زیادی در مقابل عربستان ندارند. نه. و مسئله دوم این هست، یکی اینکه مهمه براشون به این سه دلیلی که گفتم، ایران، مبارزه با ترور و همینطور مسئله قیمت نفت. ما انتخابات میان دوره کنگره رو در پیش رو داریم که آقای ترامپ تحت فشار هست، و به همین دلایل در روزهای گذشته شنیدیم که خواستار یه تحقیقات گسترده شده، چون نمیخواد که جمهوری خواها صندلی خودشون رو به خاطر این مسئله و فشار سیاسی که روی دولتش وارد شده در کنگره از دست بدن. و مسئله مهمتر این هستش که هر گونه تحریمی از طرف اتحادیه اروپا یا از طرف آمریکا بخواد واقعا قانونمند و دارای تاثیر باشه، باید به شورای امنیت سازمان ملل بره، مثل تحریم‌هایی که به ایران داشتیم. و در شورای امنیت سازمان ملل بعید به نظر میرسه که روسیه و چین بخوان از تحریم بر روی عربستان سعودی دفاع بکنن. البته سوال من بیشتر در مورد موقعیت آقای بن سلمان هست در داخل عربستان. من میخوام بدونم که با توجه به شناختی که شما از داخل عربستان دارید، شما فرمودید که آقای خاشقچی نزدیک بوده به حلقه هایی از اخوان المسلمین، گرچه حالا من در مصاحبه که او بیشتر با بی بی سی کرده بود یادم میاد که کلی در مورد این صحبت میکرد که علاقمند هست به حضور زنان در عرصه‌های مختلف عربستان، یعنی میگفت که من آدم معتدلی هستم و علاقمند به این تغییرات هستم. حالا میخوام نظر شما راجع به اون هم بدونم. نوشته هایشون اینطور نشون میداد، من نمیگم.
در وضعیت فعلی در عربستان سعودی کنونی تصمیم بر این هستش که با گروه‌های افراطی مقابله بکنن. من نمیگم که آقای قاشقچی افراطی بودن و قطعاً متأثر هستم از وضعیتی که برای ایشون پیش اومده. ایشون رو میشناختم، ایشون دوستم بودن، ولی دارم اون تصویر بزرگتر رو پیش چشم شما قرار میدم که عربستان فعلی میخواد فاصله بگیره از گروه‌های رادیکال و اسلامی، به همون دلیلی که شما فرمودین که سرمایه‌گذارا اطمینان بکنن برای سرمایه‌گذاری به عربستان و سعودی بیان. و در شرایطی که الان هنوز تحقیقات در جریان هست، این خیلی زوده که ما بخوایم بگیم که چه کسی دقیقاً پشت این رو بودن یا اختطاف ایشون بوده. یه کمی زوده، باید جزو این تحقیقات تموم بشه. بله آقای من باز میخوام این بحث رو یه مقدار بازتر بکنیم که چقدر ممکن هست که این پرونده پاشنه آشیل بن سلمان بشه. آیا شما فکر میکنید که او بیش از زیاده روی کرده، یا اینکه آیا فکر میکنید که ممکن هست حلقه‌ای در داخل عربستان فکر کنن که او زیاده روی کرده؟ اگر چنین فکری هم بکنن، آیا واقعا قدرت کافی برای جابجایی او دارن؟ ببینید، اگر در داخل عربستان هم جریاناتی باشن که بخوام بگن که این یک قدم بیشتر فراتر در واقع نهاده، خب این خیلی بی‌معنی هم نیستش، به خاطر اینکه زمانی که یک رهبر سیاسی میخواد یک ریفورمی انجام بده، اصلاحاتی رو انجام بده، اون هم با این مقیاس و این حجم، و مشخصا منظورم چشم انداز 20 است و اون پروژه نئوم، خب این چون در راستای همون ایجاد یک تغییرات ساختاری در ساختار در واقع در شکل سیاسی و اقتصادی کشور هست، خب این وقتی که میای با سرکوب و خب این اتفاق‌ها وقتی که در کنارش قرار می‌گیره، خب ممکن است که نگرانی به وجود بیاره و این نگرانی‌ها کاملاً معنادار هستش. ولی خب این که ما بخوایم بگیم که حالا باید اقدامی انجام بشه که در برابر این، و حالا میتونه از جانب اروپا باشه، میتونه از جانب آمریکا باشه و یا از داخل عربستان، و اونجاییش که حالا من در فرمایشات مهمانان محترم میتونم بود در مورد این که حالا اهرام فشاری باشه که حالا بخواد عربستان اینجا پاسخگو باشه، هرچند ما نمی‌دونیم که چه اتفاقی افتاده. من بگم اونم حالا بریتانیا، فرانسه و آلمان، حالا به عنوان بزرگترین قدرت‌های اقتصادی اروپا، حالا گفتن که ما می‌خوایم یک تصمیماتی بگیریم اگر ثابت بشه که دست عربستان در قتل خاشقچی، در عربستان در قتل خاشقچی دست داشته. ولی خب به گمانم خیلی دست اروپا باز نیستش، بیشتر تایید می‌کنه در اون بُعد حقوق بشری و بُعد اون انسانی قضیه رو بخواد برجسته بکنه. ما فراموش نکنیم یک توییت ساده از طرف سفارت کانادا در ریاض که در اعتراض به بازداشت یک فعال سیاسی زن در عربستان، خانم بداوی، منتشر شد، این باعث شد که عربستان سفیر خودش از کانادا اخراج کرد، عربستان روابط تجاری خودش با کانادا رو به حالت تعلیق در آورد، 8300 دانشجوی سعودی که چه در فارغ التحصیل شده بودن در کانادا و اینکه در کانادا مشغول به تحصیل بودن، اینها رو فراخوند، پروازهای عربستان به کانادا لغو شد، در واقع به حالت تعلیق در اومد، و این ریاکشن رو از طرف ملک سلمان داشته. خب اگه بخواد یک نیروی بخواد این رو بخواد در مورد چالش قرار بده، حالا چه در داخل و چه در طریق اروپا و چه از طریق آمریکا، خب این ریاکشن میتونه خب به مراتب بدتر باشه. و در بعد آخر من یک نکته رو اشاره بکنم، در بعد نوع واکنش آمریکا، خب همونطور که اشاره شد، اگر این اقداماتی بخواد انجام بشه در برابر دولت عربستان، بهای نفت بالای 200 دلار خواهد رسید، عربستان ممکنه در بعد تبادل اطلاعات در زمینه مبارزه با تروریسم با آمریکا بیاد همکاری نکنه، دچار دردسر بکنه آمریکا رو، و خب عربستان بعد از هند دومین خریدار تسلیحات از آمریکا هستش. همین الان شرکت مثل بوئینگ، اگزان موبایل و لاکید مارتین، اینها ابراز نگرانی کردن که اگه بخواد واکنش نشون بده آمریکا، خب اینا دچار ضرر خواهند شد. بنابراین تا زمانی که تحقیقات به سرانجام نرسیده، ما نمیتونیم در مورد این اظهار نظر کنیم که اصلا واکنشی که نسبت به عربستان سعودی چگونه خواهد بود، ما اینو نمیدونیم و باید صبر کنیم ببینیم که اصلا چه کسی رو میخوان مقصر بدن، آیا اصلا عربستان مقصر خواهد شد نشد، و اصلا مجموعه است این اما و اگرها که بسیاریش در پشت پرده‌ها ما خبر نداریم، تعیین کننده بسیاری از موضوعات خواهد بود. بذارید به عنوان سوال آخر از آقای هاشمی مسئله ایران رو بپرسم. ایران علیرغم اینکه خیلی ها فکر میکردن باید از این قضیه خیلی خوشحال باشه، به هر حال یه آتویی از عربستان بگیره، سکوت کرده به نوعی. چرا؟ خب به دلیل واضح، و اون اینکه جمهوری اسلامی سابقه بسیار بدی در برخوردش با دیگراندیشان و اپوزیسیون و فعالان سیاسی داره، به مراتب میشه گفت در خیلی موارد حتی از عربستان هم برخوردش و اون کارنامش حالا بگیم سیاه‌تر هست و تیره‌تر هست.
خب ما شاهد هستیم که شاهد بودیم که اتفاقات حالا نه احتمالا داخل سفارت های جمهوری اسلامی ولی خب سفارت خونه های جمهوری اسلامی در کشورهای غربی اقداماتی انجام دادن که برخلاف کنوانسیون وین بود، برخلاف در واقع بسیاری از منشورهای بین المللی بود و اون وظایف دیپلماتیکی بود که کارکنان نمایندگی ها بر عهده داشتن. به طور مثال ما قتلایی که حالا جمهوری اسلامی چه به طور مستقیم چه به طور غیر مستقیم درش نقش داشت، حالا از قتل بسیاری از شاپور بختیار گرفته تا عبدالرحمن برومند تا فریدون فرخزاد و دیگران و اون داستان قتلای زنجیره‌ای که داشتیم و اون اتوبوس داستان اتوبوس ارمنستانی که داشتیم. بنابراین میفرمایید ایران چون خودش متهم هست به این چیزها سعی کرده سکوت کنه، درسته؟ بله، زبانش قاصر هست و وگرنه مطمئنن این داستان رو در بوق و کرنا کرده بود با توجه به اوجگیری اختلافاتی که بین تهران و ریاض ما شاهد هستیم. متشکرم از شما آقای هاشمی، آقای آقایی و خانم انتخابی‌فر، ممنون که در این برنامه شرکت کردید. ممنونم از شما که با صفحه دو همراه ما بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس شماست، bbcpersian.com/صفحه 2. این برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه، شناسه توییتری ما هست @bbcpage2. میتونید مشترک پادکست برنامه هم بشید و برنامه رو روی پادکست گوش بکنید. برنامه در صفحه فیسبوک ما هم منتشر میشه، facebook.com/bbcpage2. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.